الان برای ساخت بیمارستان اسلام آباد، ساخت بیمارستان سرپل و ذهاب و ساخت تمام مراکز بهداشتی درمانی آسیب دیده در منطقه و خانه های بهداشتی روستایی با خیرین و سازمان های مردم نهاد توافقمون رو کردیم. ببینید مثلا یه بیمارستان در این حد حدود 25 تا 30 میلیارد تومان هزینه شه، ولی مثلا یه جایی از کاشان تقبل کردن، یه جایی از تهران. ما باز با اینکه خیلی تو حوزه خودمون نیست، با سازمان های مردم نهاد، با گروه های مختلف، یه خیر که راضی نبودن اسمشون رو بگم، گفتن تمام ایتام این زلزله رو سرپرستیش رو به عهده میگیرن. دو گروه دیگه ما رزرو داریم برای این کار، یه گروه دیگه برای افراد مسن اعلام آمادگی کردن، توافق کردن، این رو معاونت اجتماعی ما انجام داده. ما دیگه اونقدر از لحاظ شرایط درمانی به وضعیت پایداری رسیدیم که امروز آمبولانسامون به روستاها اعزام شدن و ویزیت های سرپایی انجام دادن. ما امروز در منطقه 6550 مورد ویزیت سرپایی انجام دادن. پیش از این آمبولانس ها نمیتونستن در روستا؟ نه، آمبولانس ها برای امداد رسانی رفته بودن. آها. اومده بودن مجروحین رو رسوندن، نه الان به صورت استندبای اونجا موجود بودن. ما ترجیح دادیم که حتی سرماخوردگی، حتی به موضوعات ناخوشی های سطحی و مراقبت های روانی رو هم انجام بدیم. 6500 ویزیت سرپایی در خود منطقه انجام شده، نه جراحتون. یه موضوع دیگه ایست که انجام شده.